اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سوره طه آیه 104 می فرماید که ما بهتر می دانیم که آنها چه می گویند. داناترین آنها می گوید بیش از یک روز نبودید و از تو درباره کوه‌ها می پرسند. بگو پروردگار من آنها را از هم متلاشی و پراکنده می سازد و آنها را با خاک یکسان خواهد نمود و در آن هیچ گونه پستی و بلندی نخواهی دید. در آن روز همه دعوت اسرافیل را که قصوری در کار او نیست می پذیرند و کلیه صداها از برای عظمت خدای رحمان خاموش می گردد و از هیچ کس جز صدای آهسته نخواهی شنید. در آن روز شفاعت هیچ کس سودی نخواهد داشت مگر شفاعت کسی که خدای رحمان به او رخصت شفاعت دهد و از سخنان او راضی باشد. خدا آینده و گذشته مردم را به خوبی می داند و آنان نمی توانند بر علم خدا برتری جویند. همه مخلوقات جهان در پیشگاه خدای زنده و جاویدان خار و زبونند. هر که بار ظلم بردوش کشید بی نصیب و زیانکار شد. هر که اعمال صالح انجام داد و ایمان آورد از ظلم و گزند هراسی نخواهد داشت. و بدین سان ما قرآن را به زبان فصیح عربی نازل کردیم و مجازات را کرارن در آن شرح دادیم تا خدا ترس و پرهیز کار شوند، تا تذکر و یادآوری برای آنان باشد. شاه برحق تنها خدای تعالی است. یا پیامبر، قبل از خاتمه وحی که به تو نازل می شود تعجیل در تلاوت آن مکن و بگو پروردگارا بر علم و دانش من بیفزای. ما با آدم قبلا عهد کردیم که فریب شیطان نخورد و نافرمانی نکند، ولی او فراموش کرد و او را در عهد و پیمانش ثابت و با عزم نیافتیم. هنگامی که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، همگی سجده کردند جز شیطان که خودداری نمود. آنگاه گفتیم ای آدم، به طور قطع شیطان دشمن تو و همسر توست، مواظب باش که شما را از بهشت بیرون نکند. آنگاه به رنج و سختی گرفتار خواهید شد. مسلماً در بهشت هرگز گرسنه نمی شوی و برهنه نمی مانی و در آنجا تشنه نمی شوی و از گرما رنج نمی بری. پس شیطان او را به وسوسه انداخت و گفت ای آدم، آیا می خواهی تو را به درخت جاوید و ملک ابدیت راه نما باشم؟ سرانجام آدم و حوا از میوه آن درخت ممنوعه خوردند و عضو نهفتشان بر آنان آشکار گردید. حس شهوانی آنان بیدار شد. آنگاه از برگ درختان باغ برای پوشش عورتشان استفاده کردند و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و گمراه شد. سپس توبه نمود و پروردگارش توبه او را پذیرفت و او را هدایت فرمود
و به مقام نبوت انتخاب نمود. خطاب شد: همگی از بهشت فرود آیید، در حالی که بعضی از شما دشمن بعض دیگر خواهید بود. هرگاه رهبری از جانب من برای هدایت شما آمد، او را اطاعت کنید. هر کس راه مرا پیروی کند، هیچ گمراهی و مشقت برای او نخواهد بود. و هر که از ذکر و عبادت من روی برتافت، قطعاً زندگی پرمشقتی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم. که من خدمت شاگردان ماوراءطبیعه خدمت تو عرض کردم که در رابطه با ذکر، چون اون اسما صوت پروردگار چه در نماز، غسل، قضا، نمیدونم ذبح، زندگی، رزق، هرچی که شما فکرش رو بکنید در این آیه هست: هر که از ذکر و عبادت من روی برتافت، قطعا زندگی پر مشقتی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور میکنیم. ما به قیامتش کار نداریم. الانش شما بعد از این همه سال و توسل به اماما و نمیدونم اصلا خدا به قول آخوندا کار به کار شما ندار، شما گناهکار، شما علید، اینید، اونید، برید به اماما وصل بشید، توسل به اونا پیدا بکنید که خداوند زندگی شما رو درست کنه. این دقیقا همون دوری از خود خداونده، دوری از عبادت خداونده. که هر کس شما گریه کنید برای حسین، اونجا نجاتتون میده. اینا همه دروغه. ببینید، دروغهایی که بیشتر و بیشتر و بیشتر شد، سبب این وضعیت و شرایطی که فعلا در ایران هست شده. همه پریشون، همه فقیر، همه بیمار، همه روباه، یعنی بدتر از روباه، سر همدیگر کلا بذارن، همه ناآروم. اینا همه از عدم شناخت خداوند، از عدم ذکر پروردگار و اتصال به خداوند پیش میاد. توجه فرمودید، این آیه بارها و بارها در قرآن خداوند فرموده که هر کس از ذکر من روی برگردون وضعیت شاید خوبی نخواهد داشت. یعنی حالا یکی از اوناست که سوره طه 124 آیه 124. و فرمودن: آنگاه خواهد گفت پروردگارا، چرا مرا نابینا محشور کردی؟ من که در دنیا چشم بینا داشتم. عتاب می شود وضع تو در دنیا نیز چنین بود. وقتی آیات ما برای هدایت تو می آمد، آن را به فراموشی می سپردی. بدین سان امروز از رحمت حق فراموش می شوی. و چنین است کیفر کسی که از حد خود تجاوز کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد. به طور قطع عذاب آخرت بسیار شدید و پایدار است. آیا برای مشرکین مکه درس عبرت و هدایت نبود که پیش از ایشان بسیاری از مردم قرون گذشته را به کیفر کفرشان هلاک کردیم، در حالی که ایشان اکنون در منازل آنان راه می روند و زندگی می کنند؟ مسلماً در آن برای مردم عاقل نشانه ها و عبرت هاست. و اگر کلمه پروردگارت در لوح محفوظ نبود که عذاب گناهکاران را در آخرت کیفر دهد، در همین دنیا به هنگام مقتضی آنها را مجازات می کردیم. یا پیامبر، به آنچه مردم نادان می گویند صبر و تحمل داشته باش و پروردگار خیش را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن و ساعاتی از شب و طرفین روز ستایش و تسبیح بگوی.
تا خوشنود شوی. یا پیامبر، هرگز چشم علاقه به متاع دنیا که بر مشرکان در زندگی دنیا برای آزمودن آنها داده این مینداز. رزق پروردگار تو بهتر و همیشگی تر است. خاندانت را به اقامه نماز امر کن و خود نیز در نماز و ذکر خدا صبور و متین باش. ما از تو روزی کسی را نمی خواهیم، بلکه برای تو و دیگران روزی می دهیم و سرانجام نیک با تقوا و پرهیزکاران است. مخالفان گفتند چرا معجزه ای از جانب پروردگارش جهت اثبات رسالت برای ما نمی آورد؟ آیا بیان آنچه در کتب پیشینه است برای آنها نیامد؟ چرا ایمان نیاوردند؟ و اگر ما قبل از این آنان را به عذابی هلاک می کردیم، آنگاه می گفتند پروردگارا چرا برای ما پیامبری نفرستادی تا پیش از این که خوار و ذلیل شویم آیات شما را پیروی کنیم؟ بگو ما و شما همه منتظریم، پس منتظر باشید و در آینده نزدیک خواهید فهمید که پیروان راه راست کدامند و هدایت یافته کیست. جالب این که اگر از ذکر خداوند برای این مذهبیون حرف زنی براشفته میشن و طرفت چنگ میده که بر چی میگی؟ خب ختم صلوات بگیرید. خب صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چند تا کلمه میشه؟ توجه میفرمایید، اینجوری هم به من فهموندن دیگه. چند تا کلمه میشه که ربط به بشر داره؟ اینو به من فهموندن، چون منم قبل ختم صلوات میگرفتم بیشتر از شماها، بیشتر از شماها روپوش و روسری و چادر و چادره به اوه که چه چیزایی میپوشتم که خود خدا میدونه. اما دون بدون رو به من ثابت کردن که هرچی کلام خدا، نام خداوند، اسم الله بیشتر باشه در ذکر، ایجاد، تولید، ایجاد وضعیت خوب سریع تره تا اسمایی که ربط به بشر داشته باشه. توجه فرمودید؟ مثلا الله اکبر، اکبر صفات پروردگاره که الله خداوند خدای بزرگه. خب حالا اگر 6 تا کلمه اسم آدم های دیگر هم بخوای کنارش بذاری، بعد شما بخوای 100,000 تا از این بگی، خب همه اون کلمات یه معناهای خاصی داره که اون معناها وصل میشه به همون چیزی که شما از زبان خارج کردی. اما زمانی که شما نام الله رو بر زبانت خارج میکنی، خیلی هستن میگن چرا ما ذکر رو به فارسی نگیم، مثلا بگیم خدا. خب بزرگوارا، این گیرندگی طول موج رو من به زبان فارسی ندارم. توجه فرمودید؟ این طریق رو به من آموزش دادن. اگر دوست داشتید انجام میدید، دوست نداشتید انجام ندید. همه آزادن در زندگیشون، هر روشی، هر راهی که دوست دارن پیش برن. اما برای یک انسان، چون بعد زمان کوتاه برای تجلی آرزوهاش و خواستهاش، عمر کوتاهه، شما 100 سالم زندگی کنی بازم برات کوتاهه. توجه فرمودید؟ بهتر اینه که از تجربیات دیگران استفاده کنه. شما از تجربیات من استفاده کن، از تجربیات افرادی که دارن شهادت میدن که زندگی ما عوض شد با این. نام الله، نام شیطان که نیست، شما را مجبور به کاری نکردم. اگر خدا پرست باشی باید به شدت افتخار کنی به نام الله، که تو میگه الله اکبر، الله رحیم، الله کریم. این چه بغض و کینه شما خدا دارید؟